سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امیر آجودانی هستم، با قسمت 13 دوره زبی سر خدمتتون هستیم. توی این قسمت میخوایم بریم بخش مختلفی که توی زبی استفاده میشه، مثل هاست، هاست گروپ. حالا توی این بخش هاست گروپ رو با استفاده از انسیبل بساز. راه ارتباطی با من @ امیر آجودانی تلگرام و آدرس لینکدین رو هم گذاشتم. اگر سوالی، پیشنهادی، انتقادی بود در خدمتتون هستیم. کانال دوآپ ساویز رو هم فالو داشته باشین که از آموزش بقیه دوستان استفاده بود. خب تو این بخش می‌خوایم هاست گروپ رو اول از توی یو آی بسازیم، ببینیم که به چه صورته. بعدش اون رو بیایم از طریق انسیبل و بسازیم که یه فرآیند اتومات‌سازی در واقع برامون محسوب میشه. هاست گروپ ها در واقع به مجموعه ای از هاست ها گفته میشه من که یک ویژگی مشترکی با هم معمولا دارن. حالا ممکنه لینوکسی باشه، ویندوزی باشه، دیوایس تحت شبکه باشه و میتونن دیوایس هایی که حالا یه ویژگی مشترکی دارن در واقع توی یک گروهی با هم قرار بگیرن. ممکنه که دو تا دیوایس توی گروه مختلف باشن ولی باز هم یک نقطه اشتراکی با هم داشته باش. خب بریم سمت یو آی زبیکس. ببینید توی قسمت قبل که در مورد یو آی زبیکس صحبت کردیم، از بخش کانفیگوریشن هاست گروپ میتونید بیاید یه هاست گروپی به صورت دستی بسازید. ما میسازیم یه دونه، مثلا میسازیم ویندوز سرور و اد رو میزنیم که از این به بعد وقتی سرچ بکنیم هرچی ویندوزی باشه برای ما میاد. این همون هاست گروپی هستش در واقع ما ساختیم که میتونیم هاست‌های مختلفی رو بهش اساین بکنیم و به همین صورت ساده و یه گروهی از هاست‌ها در واقع بسازیم. حالا ما میخوایم که این کار رو هم اتومات انجام بدیم از طریق زبیکس. خب میایم توی سرور انسیبلمون، ابتدا یه سرور زبیکس داریم با آدرس 199 و یه سرور خود انسیبل با آی پی 119. خب ابتدا باید چک بکنید که ببینید آدرس سرور زبیکستون توی هاست های در واقع انسیبل هست یا نه. حالا ما جلسات پیش قرار داده بودیم و مشکلی نبود. انتهای فایل ببینیم که یک زبیک سروری ما داریم آی پی 190 و خب. حالا داخل برای اینکه در واقع انسیبل بتونه مستقیما به یو آی زبیکس متصل بشه و حالا این کاری که توی یو آی ما انجام دادیم و در واقع انجام بده، باید بیایم از API های زبیکس استفاده کنیم. API های زبیکس سپورت 80 و با همون آدرس IP /zabbix/grpc.json اگر اشتباه نکنم در دسترس هست. حالا یا میتونیم ما بیایم برنامه بنویسیم که اتصال رو اینجوری برقرار بکنه، یا اینکه نه بیایم از ماژول های آماده انسیبل که وجود داره که میاد اون کار ارتباط ما زبیکس رو برای ما انجام میده استفاده بکنیم. خب پس میایم اول باید اون ماژوله رو نصب کنیم. چی کار میکنیم؟ میایم با دستور انسیبل گالکسی این کار رو انجام میدیم. یه ماژولی به نام community.zabbix داره، انسیبل گالکسی کالکشن اینستال community.zabbix. فقط نکته مد نظرتون باشه اون DNS شکل نصب باشه روی سرور انسیبل. بعد از اینکه نصب شد، کامپلیت شد، میتونید که ازش استفاده بکنید. حالا ما یه بار دیگه اینجا انجام بدیم، میبینید که میزنه که نصب شده روی سرور انسیبل. انجام انسیبل داش گالکسی باشه، کپی پیست کنم داشش میره. خب میبینیم که چون من قبلا نصب کردم میپرس میگه که اسکیپ شده چون قبلا اینستال شده، نصب هست در حال حاضر. خب
ما اینجا در واقع یه فولدری ساختیم و حالا فایلای انسیبل اون داخلش هست و اینکه میریم سراغ اینکه ببینیم داخلش چیکار کرد. همون فرمت انسیبلی جلسات قبلمون حفظ کردیم، یه سری تغییرات دادیم، با هم ببینیم که چی هستش. ساده تر شده دیگه چون کار خیلی خاصی نیست، همونجور که تو یو آی هم دیدیم کار سبکیه، طبیعتا سمت انسیبلش هم سبکتر. یه تسک ستاب زویکس هاست ساختیم که هاست گروپش میکنیم اسلام میشه هاست اون زویکس سرور. رولمون هم یه رول سرور بیشتر نداره. اینونتوری هم که همونه دست نزدیم، میریم داخل رولز بخش سرور داریم، تسک و ورز، ورزمون هم همونه دسته میزنیم، میریم سراغ پوشه تسک. اینجا یه چک داد یمل داشتیم اگه یادتون باشه، اونم دیگه نیازی نیست، میریم سراغ مینمون. خب یه گزینه ست فکت داریم اینجا که میخوایم کانکشنمون برقرار بکنیم. اول گفتیم که کامیونیتی زویکس چجوری ارتباط برقرار کنیم، از طریق HTTP API، پورت 80، SSL نداریم، سرتیفیکیت نداریم، یعنی نیازی نیستش که ولیدیت بشه سرتیفیکیتش. اینجا یه گزینه داره انسول زویکس یو آر ال پس. اگر اینجا دقت کنین ما هم آدرس آی پی اسش زویکس عوضش نکرد، پس اینجا هم در واقع میذاریم همون اسلش زویکس. جلوترش هم توضیحی نوشته شده دیگه که حالا اگر چیز دیگه بود مثلا زویکس ای یو بود اینجا رو باید بزنین زویکس ای. بعد یوزر پس رو میخوان برای دسترسی API که ادمین و زویکس همون پیش فرض است، ما تغییری ندادیم. اینجا یه گزینه هاست گروپ، کرییت هاست گروپ داریم، تسک کرییت هاست گروپ رو داریم که از همون کامیونیتی دات زویکس دات زویکس گروپ یه ماژوله، بعدش ماژوله در واقع کامیونیتی زویکس بخش زویکس گروپ رو شما استفاده کنید. استیت پرزنت هاست گروپ، دو تا ما هاست گروپ اینجا میان میسازیم، لینوکس سرور و انسیبل، و ارتباط برقرار میشه و میره این کارو برای ما انجام میده. خب میریم بالاتر جایی که سایت دادی آمدون هست، میریم سراغ اجرای در واقع پلی بوکمون سایت داد یمل که ادل فکتش رو انجام میده. میبینید که حالا چون قبلا من هاسکوپا ساخته بودم چیزی چنج نشد، اما در حالتی شما انجام بدید چنج میخوره، اینجا زرد میشه. گدر فکت بوده، اطلاعات جمع کرده، کانکشنمون رو برقرار کرده، اوکی بوده، کردنشیالی که ست کرده بودیم و اوکی گرفته و اون هاست گروپ هایی که مد نظرم بوده رو برای ما ساخته. حالا داخل خود یو آی زویکس بریم توی هاست گروپ، اینجا ببینید که یه هاست گروپ انسیبل برای ما ساخته، یه لینوکس سرور که پشت هم باشه خودش اینو داشته، این اون چیزی که ما ساختیم، داخلش هم چیزی نیست، هاستی بهش اد نشد. این انسیبل هم که همین حالا ساختیم به همین راحتی. حالا توی این بخش در واقع هم ساخت هاست گروپ رو از طریق یو آیش دیدیم، همین که از طریق انسیبل هم اومدیم نصبش رو انجام دادیم. ماژول های مختلف زیاد داره خود انسیبل، حالا جلسات بعد بخش های دیگه شون بررسی میکنیم. توی این یو آر الی که توی داکیومنت براتون گذاشتم خود سایتش هست و سایتش اینجاست، سایت خود docs.ansible.com، بخش زویکس و کارهای مختلفی که میشه باشه انجام داد رو داکیومنتش رو آورده، ما هم از همین استفاده میکنیم و به مرور انجامشون میدیم. و خب چون دیدگاهمون از اول اتومات سازی بوده از این طریق هم بررسیشون میکنیم. امیدوارم که این جلسه هم براتون مفید بوده باشه. تا جلسه بعدی خدا نگهدار.